وقتی که ما بخوایم مثلا یک خبری رو در رابطه با همسایه‌هامون، حتی یه آتش سوزی یا یک نمیدونم سوت زدنی یا یک سرصدایی رو به اطلاع پلیس برسونیم، پلیس که وقتی میاد اولین کاری که میکنه میدونید چیه؟ میگه کارت شناسایی. یعنی شما هر خبری هم حتی میخواییم بگین، شما مثلا میخواییم یک تصادفی رو بگید، بگید اینجا یه تصادفی شده، از شما اسم میپرسن به عنوان شاهد که شما که این حرف رو میزنید آیا دروغ میگید؟ راست میگید؟ از اطلاعاتتون چیه؟ به خاطر اینکه تمام افرادی که شاهد هستن یا یک حرفی رو میزنن یاد بگیرن و بدونن که وقتی یه حرفی رو میزنن مسئول حرفاشون باید باشن. تفاوت میبینید؟ وقتی یکی میاد به من میگه که زیبا من میخوام یه حرفی بزنم، به کسی نگی، بین خودمون باشه، من میگم که این حرفت رو لطفا زحمت نکش نگو، چون اعتبار نداره. چون اعتبار نداره. وقتی تو به جایی نرسیدی که حرفی که میزنی مسئول حرفات باشی، خب پس نزن. من هم به خاطر کنجکاوی خودم میگم باشه بگو، من نگه میدارم این حرفو، باشه، به خاطر کنجکاوی، در حالی که از ابتدا این حرف پایش غلطه. ماها باید یاد بگیریم هر حرفی که میزنیم مسئولش باشیم. من از زبون من نوعی دار میاد، از زبون من، مسئول زبونم نیستم. من وقتی یه حرفی رو میزنم باید بگم این منم، اینم اسممه، اینم کارتمه، اینم امضامه برای حرفام. یه نکته ای رو ما باید در نظر داشته باشیم بچه ها، که هیچ وقت هیچ چیزی رو کوچیک نبینیم. نگه بابا این مسئله نیست که، بابا این یه جمله گفت دیگه، بابا این مثلا بابا یه شوخی کرد دیگه، یه شوخی. همه حرفاشون رو میزنه، همه برخورداشون رو میکنه، همه تحقیراشون رو میکنه، همه اهانت ها، همه مسائل. بعدم مثلا فردی مثل محمد حسین میاد میگه خب من گفتم همه آزاد باشن، هر چی دارن بگن و فلان و هر جور که میخوان باشن. و بعد از اون برم اینقدر ناراحتی و حرفا، طرف رو محصولات قرار میگیره، روی همین ذره 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 کوچیک کوچیک ها هستش که مثلا قطره قطره ها دریا رو میسازه دیگه. ما نباید از اینا بگذریم. ببین الان فاطمه تو اومدی اینجا یه مسئله رو مطرح کردی، ببین ده ها مسئله دیگه باز شد. پس نگذریم از هیچ ذره ای.